از کجا اومدی آقا بهرام؟ مام از دنیای سکوت اومدم به دنیای روشنایی صدا. از بچگیات میتونی مقدار برام بگی؟ من عددی که توی شناسنامه‌ام من میگه 30 سالمه، خب ولی تولد واقعی من 3996 بوده، موقعی که عمل کاش انجام دادم. یعنی در واقع 5 ماه پیش. دقیقا 5 ماه پیش. بذار برگردم به بچگی که چی شد و چه اتفاقاتی افتاد. توی 6 ماهگی یک بیماری سرخچه گرفتم، مثل همه مریض ها، ولی خوب تشخیص پزشک غلط بود، باعث شده که پس بزنه به عصب شنوایی من، پرد بشم توی دنیای سکوت، دنیای تاریک و ساکت. با تا این یک سال اینی متوجه شدن که آره دیگه واقعا نمیشنم. این مادر من گفته بود که کجا دکتر بوده بود، دکترای تهران و مشهد، همه بهشون گفتن که نه این خوب بهشون نیست، بیستی که تونو بکنی بذاری مدرسه ناشنوایان و زدگی تو بکن، بذاری نفس زدگیشو بکن. من خوب مامان من گفته که نه این باید بشنم. 10 تا دکتر ما رو تو تهران و مشهد بود، هر 10 تایم گفتن نه این خوب بهشون نیست، تا اینکه آخر دکتر دکتر پیر نظر بود توی بغل مامانم بودم، به جای که برای من تعریف بیکن میگفت که اصلا یه سگوله پاشت سر من صدا داد، ولی خوب دورا صداش بود توی تاریکی بود، یه بیرات سرم رو برگرد دودم، گفته که نگه اون دورا یه چیزی هست به اسم صدا، نه دیدنیه نه نمس بکنه، کفش آهنی هم میخوام که بهش بفهمی توی این دنیا چیزی به اسم صدا وجوده. اون موقع خوام جنگ ایران و عراق بود که همه میومدن مشهد، از تهران میومدن مشهد، ما میرفتیم تهران که دوره لبخونی و آموزش ببینم و واقعا سکت هم گذاشتیم، مثلا به من ثابت بکنه که نه دیدنیه نه لمس کردنیه نه حسی و نیه چیزی بود که داره به اسم صدا. تا اینکه مهد کودک عادی رفتم، با این صدا آشنا شدم، سمعک گذاشتم از بچگی. اذیت نمی شدی؟ یعنی خیلی پیش بچه هایی که عادی هستند و میشنوند. بذاری با مرحله کاش توضیح بدم که چقدر متفاوته با کاش. سمعک میگذاشتم، فقط متوجه میشدم که صدای خوب، حالا تشخیص نمیدادم که کی هست، صدای مرده، صدای سنه، صدای گربه هست، مثل ای که بزن از سرشون، نه یک حس بود. فقط مدرسه عادی رفتم، راهنماییم همینطور، دبیرستانم همینطور، ولی واقعا حالا توی مدرسه تا کلاس پنجم پاپای پای من مدرسه رو کار میکرد، چون اون موقع هنوز جا نیفتاده بود که با یه جوری برخورد بکنن ماما، برای همین تو خونه ماما درس کار میکرد، مادر کار میکرد، کار میکرد که بعدی سر کلاس میرم متوجه بشم که کی دارم میگم. ولی خب وقتی به جلو هم مدرسه بودم، خب خیلی سختی خاص خودش رو داشت، خب که بچه ها همکاری نمی کردن، از تو دست نگاه می کردن، می نوشتم نمی دادم به من که کی دارم می نویستن، اونا مثل شیطنت خاص خودش بود. درست هم خوب بوده هست من، نه؟ درست خوب بود؟ در حدی که آره خوب بود. بعد تا راهنمای دبیرستانم رفتم، دانشگاهم رفتم،
هم رشته آیتی گرفتم، کارشناسی، هم رشته معماری داخلی گرفتم. سال 74 یکی از دکتر مشهد به مامان من گفته که بیا عمل کاش رو انجام بده، توی تهران انجام میدم. بعد اونجا دوتا فرهادی به من گفت، یا دکتر مشهد گفته که به تهران پیش دوتا فرهادی ببینی که کاش هنسو کی هست به انجامش بده. دیگه مامان ما بابامون نرفتی تهران، این دوتا فرهادی که ما رو دید، خب اون موقع بر اولی با سیستم کاش هنسو اومد بود تو اینا، هنوز علم کافی و نگاه کلی به این قضیه نداشتن. تا من رو دید گم ای که حرف بزنه، ای که میشنمه، شما میخواد کاش بکنی، کاش که ما میخواد بکنیم شما چند سالی پیش یادی نمیخواد کاش بکن. ای دیگه تو ذهن ما افتاد که عمل کاش برای ما خوب نیستش، همینه، این لسم اک میمونه. ولی خب من یه سری سختی مثلا تلفن حرف زدن توی تلویزیون ندیدن نداشتم من. ولی خب همیشه طوری وانمود میکردم که یه چیز طبیعه و از بابتش هم نبیاد عذاب بکشم. آره همین که هست. یعنی حتی اون موقع که مدرسه میرفتی از برخورد بچه ها دلت نمیگرفت که یه موقع بیای خونه مثلا چیزی بگی؟ عادت کرد. عادت. ولی اولش آره این تفاوت تو مهدو کودن که عادی میرفتم هم اولش بود. ولی خب خوشبختان بزرگتری همدم حامی من بابا بابام و مامانم بودی. مثلا هر از گاهی دلم میگرفت و اینا باباره یک نبت خیلی خوبی همیشه گوش میدادن حرف منو و همیشه سعی میکردن علاوه بر اینکه راهکار خیلی خوبی به صورت جلو من، یک قوت قلبی خوبی برای من بودن. تا اینکه توی تهران توی قبل از که عمل کاش انجام بدم توی پروژه نیروگاهی قسمت مشاوره معماری داخلی من فعال بوده. با این قصی راه اومده بین خوب دیگه دیدم او سخت بیش نیستیدم دیگه احتیاجه که من بیاد با تلفن صحبت بکنم چه الان دنیا اعتباطاتی دنیا اعتباطی تلفنیه. و همیشه هم گفتم که میشه که مثلا من با تلفن صحبت بکنم. تا ای که همین سال گذشته تو تهران بودی با همین بچه های ناشه نمایان و اینا تو اکیپشون بودم، یکی از بچه ها کاش هنسو کرده بود تو ماشین من نشسته بود، داشتیم میرفتیم موزه و برگشت کنم آهنگ جدید تو ماشین گوشی چی داری؟ گفتم مگه میشنمی تو؟ ما گفتم یعنی چی؟ تو با کاش میخوام ها که میشنم آهنگ جدید چی؟ تو مثلا آهنگ ندارم من دیگه. اولی جرقه برای من بود که مثلا کنکام شده برم پیگیر قصیه رو بگیرم. آمدم مکت بیشه آقای طالح که عمل کاش رو تو هیئت کاش رو انجام میده تو خراسان. رفتم گفتم که من میخوام عمل کاش رو انجام بدم. گفت بیایی با یه شماره تلفنی رو به مامانم داده، گفته نگینه دو سال پیشم عمل کاش انجام داده، الانم دانشجوی داروسازی هستم، عمل کاش انجام دادم، بیا با یه صحبت کن. دیگه مامان من با این نگین صحبت کرد، دیگه بیشتر مصمم شدم بر عمل کاش. ناگفته نمونه به خاطر ای که بچه ها انجام ندادن ناشنوه یا خیلی ترس و بحشت پشت یه قصی وجود داره، سدن میگی سگیجه میگیری بعد از عمل، بعد از عمل کاش سکیگی میگی. و خب من اینم هم واقعا میترسیدم از این قصیه دیگه. خب دلگرمیه بابا مامانم بود و از همه مهمتر دوتا دوست صمیمیم
به اسم سیامک و علیرضا. اونا من بمانه دوستای خیلی خوبیه من، دلگرمی من، مشتاق ای بوده که به این عمل انجام بید. خودشون ناشنوا بودن؟ نه شنوا بودن، دوستای شنوا بودن. من خوب خیلی مشبق بودن که برای انجام بید. تا ای که 3/9/96 بلیت پرواز من که از دنیا سکوت و اون عمل کاسی که انجام داده و اون دزگاه رو بر اولی با که گذاشتن، اون مامان هم اسم من رو صدا کرد. اون دم دفع خیلی خوب بیشتر از اون ترس میخواستم مامیشو بدم. یعنی فوقا موده بودم که چگاه بکنم
پتو این که اینکه سبودی صدا استیدیو مثلا وقتی با اون میان خیلی صدای قشنگی، صدای با صدای گرگش ها، صدای حتی قدم سلطناته. از این موقع من ترجمه بایدی آدم ها دان میزن وقتی که صدای بی قشنگی دارن بدی میدونن با قشنگی صحبت بکنن، وقتی که بدونن که یه صدا قدرتی داره اگه بی قدرت پی ببرن خیلی فکر میکنم دنیا قشنگ از یه حبا باشه. و شاید حس اصحاب و کرب دارم که 300 سال از قار بیدار شدن، همش دوستانم به این او سعی بزنن، ولی خون آدم ها خیلی خصص هستی هفا که بخواد تلفولو سعی بزنن، همش نمتا توی شبکه های مجازی، توی تلفون، توی اسمه، توی تایب و مد، فقط ایمیل زدن و اینا، ولی من دیگه بفهمن که این صدا یکی از زیباترین نعمتی که خدا میتونه به آدم بده صحبت کردن و این تون صدات، بعد این حس خوبو میتونی از دیگر را با گفتگو برقرار بکنین. چرا سعی میکنن که تو سکوت به سر ببرن، تنها صداست که میموند. نه اصلا نمیدونم، وقتی آدم باهات صحبت میکنه اصلا انگار که میره به همون دنیایی که تو ازش اومدی بیرون. ولی الان یعنی یه موقعی واقعا مثلا همین صدای بوق ماشینا، صدای یه موقع است من خودم واقعا شاید با تلفن که حرف میزنم یه موقعی گوشم زنگ میزنه، از اینجوری میگیرم دور از گوشم که یعنی خسته میشم میدونی. ولی این چیزایی که میگی یک وجه دیگه ای از صداست، با اینکه من الان خودم خب توی رادیو کار میکنم، یعنی بیشتر دارم از صدا استفاده میکنم، ولی هیچ وقت به این موردی که گفته بودی اصلا پی نبرده بودم که یک نگاه دیگه، یک نگاه جدید. خیلی چون صدام نه دیدن یه نه لفت، نمیشه نقاشی بکشی، نمیشه مجسمه باش بسازی، حتی نمیدون یه چیزی که آدم ساد بیان حس بکنه. ولی وقتی که آدم ساد میدونی رفته تو قسمت بوق و صدای ماشین، صدای یعنی اگه یک کمی سکوت بکنه، صدای نفس کشیدن، حتی صدای بستنی سیب، صدای شیر آب، صدای گردش، صدای باش شدن لولای پنگیره، این همه بعدی صدای سیبایی تو دنیا بودی داره. البته الان حس تو خیلی متفاوته با حس ماها، برای همین انقدر آدم اصلا هیجان زده میشه. من اصلا دلم نمیخواد که همینطور اشکام سرازیر بشه، برای اینکه این برنامه واقعا برنامه گریه کردن نیست، ولی یه اصلا ناخودآگاه نمیتونی ببندیش، همینجور میریزه، برای اینکه شاید یه حس غریبی به آدم دست میده. حس ناراحتی نیست، نمیگم حس خوشحالی چیزه، اونم باز یه شکل دیگه است، ولی من نمیدونم، یه این بار دومه که من میام برای این برنامه، هر دوبارش همین حس بهم دست داد، حالا به شکلهای متفاوت. واقعا خیلی خوشحالم از این که این آدم کم میاره در مقابل تو، که فکر میکنه که خب یه همچین موجودی جلوی آدم نشسته، اینقدر موفق، اینقدر پویا، اینقدر دقیق به همه چی. خیلی ممنون. همیشه قبل از عملم به مامانم گفتم که من اینقدر تلفن زده برای من یه موزل بود که نمیتونستم تلفن صحبت بکنم، همیشه مجبور میشدم که
طوری رفتار کنم که وقت ندارم با تلفن صحبت بکنم به صورت اسمس بزن، یا مثلا مجبور شدم راهای طولانی رو بیام سمت خونه که مثلا بزنم تو آیفون که مثلا بگم طرف کی میگه، مامانم یا بابام کمک بکن. این همیشه به صورت یه راز بود، ولی الان خوب دیگه تو کسی. همیشه هم گفتم که دوست دارم وقتی که بشنمم برم تو صد و هیچ کار کنم، همه بهم سعی بزنم فقط باشی تلفن صحبت کنم. نه اونجوری خیلی اذیت میشی. اتفاقا اگه بتونید چقدر حس خوبیه، چقدر وقتی صدای طرف رو میشنوین چقدر حس لذت بخشیه که از تمام وجود میاد بیرون و به صورت چیزی که غیر قابل لمسه. فقط ما اسمش رو گذاشیم صدا، مثل خدا، مثل همون حس مادرانهی که آدم دوست داره فقط بشنوه مادر جون دوستت دارم، بهرام جان مادر. میدونی این مخصوصا حرفای خوب، شنیدن حرفای خوب. حالا آقا بهرام، شما الان 5 ماه این عمل رو انجام دادی، چجوری میتونی اینقدر خوب و اینقدر راحت و خیلی روان صحبت کنی؟ ببینید بعدی که عمل رو انجام دادم، این دستگاه کاشو که برای من گذاشتن، یه حجم خیلی خیلی بزرگی صدا یه همه شروع کرده بشنیده. از صدای قوت دادن آب دهن که خیلی هم اگه دقت بکنین نمیشنم، ولی ما میشنیده صدای قاشق تگان، صدای در یخچال، صدای سیر آم، صدای گاز و همه اینا. اذیت نمیشدی چون همه حجوم همین میاره با هم؟ یه حجوم صداها به سمت من بود و این باید یه پروسه زمان بره که مغز اجازه بده یه سری صداها رو فیلتر بکنه که نشنیدن بگیره. حالا میخوایی بپرسی یعنی کی که صدا رو فیلتر بکنه؟ الان که شما داریم من نگاه میکنین این نوک دماغ دیده میشه، ولی ما نمیبینیم چون مغز او دیداری رو حذف کرد. فقط اگه من رو میبینی شما، تمرکز توی دماغ نیست. حالا توی شنیدن هم همینطور، با شما که صحبت میکنم خب مثلا من یه سه صدای طبیعی وجود داره و اینا مغز بیا شروع بکنه به حذف کرده. یکی اینا مهم نیست، شروع بکنه به حذف. من تمام چیزایی که من با سمعک میشنیدم الان با کاش دارم میشنمم دو تیپ متفاوته. بعد دوباره مثل یه نوزاد دوباره تازه متولد شده با مامانم تو خونه شروع میکرده به تمرین گفتار درمانی. یه سری صداها دقیقا مثل بچه آ ب پ اینا یکی یکی تمرین میکرد. ای من میاد گوش میدادم، ای که انا شنیدی یعنی آ، ای که انا شنیدی یعنی ب، په همینجوری تا آخر. بعد شروع میکرد به کلمات خیلی کوتاه، سلام، خوبی، خدا به من. حتی روز اول صدای خودم رو نمیشنیدم، میشنیدم ولی برای من قابل تعریف شده نبود. برای من نمیشنیدم یعنی کی، ای که الان داری میگی یعنی بهنام، ای که الان داری میگی یعنی مامان، ای که الان داری صدا میکنن یعنی برنامه، این صدای مامانت، این صدای بابا، این صدای موسیقیه، این صدای گل. اینا میاد شروع کنی با اسم خودت هم میشنوی دیگه. اون امایی که اصلا یه لحظن صدای خودم میشنیده ولی تشخیص نمیده، تشخیص نمیده یعنی که یعنی فقط صدا هم. و ناگفته نمونه، من قرم میشه با سمک چون صدا رو میشنیدم یک سمینه سهنی وجود داشتم، آشنایت داشته که اومدم عمل کاش رو انجام دادم. ولی خب تو خیلی هم اشتیاق داشتم که و هوش هم خیلی مهمه فکر میکنم.
آره بیاد خیلی احتیاط داشته بالایی برخوردار بودی خودت بخوای ای تو خونه ای مثلا من تو رادیو میگذاشتم سعی میکردم گوش کنم که الان کی داره میگه کتاب میخوردم صدای خودم رو بشنوم که ای الان کی داره میگه تو خونه با مامانم کار میکردم کتاب گلوش بود ای گوش میدادم ای میگفتم الان اینو گفتی اینو گفتی اول کلمه به کلمه بعد دو کلمه سه کلمه بعد جمله به جمله بعد پاراگراف بعد صفحه به صفحه ولی خب هنوزم خیلی احتیاج به تمرین دارم ولی خب اینقدر احتیاج دارم ببینم آخری چی میشه بهترین صدایی که شنیدی چی بوده؟ همون یک بار که مامانم بهم گفته بهرام اسم خدا بود و هنوز بهترین صدا برای من بود که واقعا بزرگتری آرزو بود که صدای واقعی مامانم و بابام که منو صدا میکنه بتونم که جنسیه که کیفیتی داره و هنوز هم صدا رو خیلی دوست دارم فکر میکنی که الان که به این حس رسیدی و بعد از عمل میتونی این کار رو بکنی که اگه مثلا تو محیط کار دو نفر دارن رتبه یه مسئلهی که اصلا برای تو زیاد مسئله جالبی نیست سعی میکنه بیشتر از اون صدا لذت ببرم آخه مثلا داره رتبه یه نفر غیبت یه نفر مثلا خب بیبی قضاوت نکنی شما سعی کنی از اون صرافت و لطافت و اون تون صدا او که کسی که واقعا مثل یه موجزه بود ببین صحبت هایی که تو میکنی پشتش انگار مثلا یه تفکری هست یه آدمیه که خیلی کتاب خونده یه آدمیه که تو واقعا این کارها رو کردی یا اینکه نه مثلا در خلوت خودت من لمسی کردم به دنگی کسی بودم برای همین واقعا دوست دارم بگم با هم حرف بزنی حتی اگرم نمیشنم چی میگه بنی حرف بزنی از صدای هم دیگه لذت ببینی از اون شنید و با ملایمت وقتی میتونی صحبت بکنین هم قشنگتر به هدف میرسین هم همی که یه حس خیلی خوبی به دست بده آره ولی الان نمیدونم آدم ها به یه جایی رسیدن که یه هم میبینی توی یه خونه خیلی دیالوگی برای همدیگه ندارن حرفی ندارن هیچ صحبتی ندارن با هم بکنن همه این سرشون توی موبایل میدونی بعد توی این دنیا توی این شرایط اون وقت برای تو سخت نیستش که متفاوتی بازم من کار ندارم که من دوستم تلفنم رو میزنم سعی میکنم باشون حرف بزنم سعی میکنم صداهاشون رو بشنوم و او خلایی که 30 ساله به وجود اومده برای من توی سینی داری پر بشه حرف رو میاره من شروع میکنم به حرف زدن و طرفم خون پوشیشو میذاره که نواشون کن به حرف زدن تلفن بهشون میزنم یکی دوبار با الان برای آیندت هیچ هدفی داری؟ نکنه میخوای رئیس مخابرات بشی؟ اینقدر هیجان زده شدم توی دنیا هستم چقدر قشنگه چقدر صداهای مختلفیه چقدر خانوما آقایونا بچه ها صدای که یه بچه ها چقدر متفاوته چقدر حبس
سوال خیلی سختی کردی، سوالی کردی که اصلا هیچ قلمی، هیچ کلمی، هیچ کسی نمیتونه بیان بکنه. به طور مختصر بگم خدای من بوده، کسی دیگه. ببین منم یه مادرم، ولی میترسم که حسودیم بشه به مامان تو، چون من نمیدونم واقعا، منم یه پسر دارم، منم 20. الان دیگه از امروز، از این لحظه یه جور دیگه صدا رو میشنوم و سعی میکنم صداهای خوب بشنوم، همونطور که تو به من گفتی. خیلی خوشحال شدم واقعا، شاید این یه چیزی بود برای من، یعنی یک پوانی بود که از طرف تو به من رسید. الان که 5 ماه وارد دنیای صدا شدم، دوست دارم همه با هم حرف بزنن، قضاوت نکنن، از اون حرفشون فقط از اون حرف زدن لذت ببرن. اگرم کسی میخواد کاش بکنه اصلا نگران نباشه، تو خیلی دنیا خیلی 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 دنیا خیلی خوبیه، در حد یه معجزه هست و هیچ مدرم نگی ساکت هم نسته، ساکت هم بسه حرفشو بزنیدن. پس دیگه نباید بگیم سکوت سرشار از ناگفته هاست، نه؟ حرف بزنید. خیلی ممنون، خیلی لطف کردی. ممنونم. ممنونم. تشکر.